شما بیننده ادامه برنامه صبح و زندگی از شبکه های آریانا و آریانا نیوز به طور زنده هستین و همچنان شنونده هم ما از طریق رادیو 5 آریانا اف خدا کنه تا این دم در کنار صبح و زندگی بر شما عزیزا خوب و خوش گذشته باشه ناگفته نمانه که در این لحظات برنامه هم مهماندار هستیم و مهمان ما هم دکتر صاحب محترم اسدالله حفیظ دکتر معالج هستن و امروز در رابطه با مرض نقرس میخوایم صحبت بکنیم که شما هم مطمئن هستم در موردش زیاد شنیدین یکی از امرازی که مطمئنا بالای مفاصل ما تاثیر بسیار منفی و ناگوار است خود بجا میگذاره و معمولا سبب ایجاد دردهای مختلف در قسمت متفاوت از مفاصل بدن ما میشه ای که چرا این مرض ایجاد میشه راه های تداویش کدام ها هست و چطور میتونیم پیشگیری بکنیم تمام این موارد را با دکتر صاحب صحبت خواهد کردیم دکتر صاحب سلام صبحتان بخیر بسیار خوش آمدید به برنامه سلام صبح شما بخیر و صبح بینندگان عزیز بخیر خدا کنه روز خوب آغاز کرده باشند بسیار تشکر سلامت باشین ما هم خوشحال هستیم از حضور شما در شاپ زندگی خب در مورد نقرس هموطنان عزیز ما همچنان شاید کم و بیش شنیده باشن که معمولا بالای مفاصل بدن ما اثرات منفی از خود به میگذاره خب از در این مورد از شما بشنویم که مرض نقرس چگونه یک مرض است خب بیماری نقرس یک بیماری است که در اثر تجمع یوریک اسید در بدن ایجاد میشه و یک مرض مفصلی می باشه التهاب مفاصل رخ میده در نخست پیش از که بالای نقرس صحبت بکنیم خوب از بالای عواملش که امون یوریک اسید است که بیشتر صحبت بکنیم یوریک اسید متشکل از چهار عنصر است از لحاظ بیوشیمی آیتروژن نایتروژن اکسیژن کاربن دی اینا با هم یک جا میشن و یوریک اسید تشکیل میتن. هرگاه در بدن ما مواد غذایی استفاده میکنیم این مواد غذایی به میتابولیسم میرسه یعنی تجزیه میشه و میتابولیسم میرسه از باقی مانده اینها مواد بنام نام پوری نجات میشه و بعد <تصفح> از اون باز این به با یوریک اسید تبدیل میشه <تصفح> بعض از غذاها مثلا غذاهای حیوانی حبوبات غذاهای حیوانی سرخ یعنی گوشت سرخ اینا دارای مواد به نام پوری هستند و این غذاها را که ما زمان بیشتر استفاده بکنیم باعث میشه در بدن ما یوریک اسید بیشتر تولید شود و زمانی که در بدن بیشتر یوریک اسید تولید میشه و بدن نمیتونه ایره دفع بکنه یعنی با صورت نرمال هم بدن یوریکسی تولید میشه از میتابولیسم غذا ایره نمیتونه به صورت نرمال چی بکنه دفع بکنه و از این در بدن باعث میشه که مرض نقرس نرد فرد ایجاد شوه هر مقدار مقدار یوریکسی در بدن بیشتر بشه و دفع نشه در بدن این زمان است که نرد فرد نقرس ایجاد میشه و نقرس یک مرض التهابی مفاصل است یعنی مفاصل به التهاب مصاب میشه مخصوصا مفاصل پا این مفاصل انگشتان پا بیشتر آها. مریضایی که مبتلا به مرض نقرس هستن این مفاصلشان بیشتر به مصاب میشن اما مفاصل دیگر هم مثلا آرنج زا آرنج زانو مثلا مفاصل دست اینا هم مورد هدف قرار می اما بیشتر بیشتر در پا ایجاد میشه و درد شدیدتر می داشته باشه و کمی که دردش بر مریض آزار دهنده هست اما قابل کنترل می بسیار خوب دکتر صاحب طبعا که مرض نقرس در ابتدا هم از خود علائم و می تا و سبب میشه که به مریض مشکلات را ایجاد بکنه میشه روی اعراض علائمش صحبت بکنه خب زمانی که فرد مبتلا به نقرس میشه اعراض علائم متفاوت ایجاد میشه از جمله بارسترین یا عمده ترین اعراض از درد می باشه درد مفصلی مفصلی را که مصاب می مثلا مفصل پا مفصل انگشتان دست آرنج یا زانو را مصاب می از این درد احساس میکنه و یک از علائم بارزش احساس درد است در کنار از این سرخی و پوندیدگی هم ممکن که سبب ازی شود یعنی علائمش سرخی و پوندیدگی در کران سرخی و پوندیدگی پوستک پوستک شدن زانو پوستک پوستک شدن مفاصل ممکن سبب ازی شوه که فرد متوجه شوه که مبتلا به نقرس هست و پوندیدگی شدید در ناحیه ایجاد میشه در مراحل پیشرفته تر و در کنار ازی فردی که مبتلا به مرض نقرس است متاسفانه که مبتلا به سنگ گرده هم میشن یکی از علائم فردی که مبتلا به مرض نقرس است سنگ گرده نزدش ایجاد میشه چون یوریکسی در بدنش بیشتر می باشه دقیقاً دکتر صاحب پس اعراض علائم متفاوت داره و ممکن است که یک مریض یک اعراض علائم داشته باشه و مریض دیگه هم متفاوت یعنی ممکن است از افراد متفاوت تر باشه بله. و حالا دکتر صاحب روی راه های پیشگیری صحبت بکنین که ما چطور میتونیم از ایجاد مرض نقرس در نزد خود ما جلوگیری بکنیم خب از مرض نقرس عوامل متفاوت داره بعض از عواملش هست نمیشه رو کنترل بکنیم مثلا وراثت بعض از وراثت بعض از جین ها هستند که همین مرض ممکن از والدینشان یا از نسل قبلیشان به اینا انتقال بدن که اینو نقش بیشتر به خاطر جلوگیریش نمیتونیم داشته باشیم اما بعض از عوامل دیگه هست که ما میتونیم به دا نقش داشته باشیم با طور مثال ضربه به مفصل زمانی که مفصل ضربه میبینه میتونیم از جلوگیری بکنیم ارگو ما جلوگیری بکنیم از اینکه مفاصل ما با ضربه مواجه شه ما جلوگیری بکنیم از متاسفانه افرادی که مبتلا به فشار بالای خون هستند یعنی فشار بالای خون دارند از دواهای فشار بالای خون استفاده میکنند. کنند به طور مثال فروسماید که اصطلاح بیشتر در بین افغان ها به نام لزکس مطرح هستند افرادی که فشار بلند دارن بیشتر استفاده میکنن و این باعث میشه بیشتر ادرار آور باشه و رو کسی در بدن از اینا میشه که بیشتر تولید شوه از این لحاظ ممکن که نزد فرد مرض نقرس ایجاد شوه یعنی میتونند توانند که از دواها کمتر استفاده بکنند و دواهای فشار خود میتونن تغییر بدن این افرادی که از دوا استفاده میکنن ممکن نزدشان ایجاد شوه در کنار از این افرادی که فعالیت ثقیل میکنن فعالیت فیزیکی ثقیل میکنن و افرادی که وزن بیشتر دارن وزن نرمال نمی داشته باشن وزن بیشتر می باشن این باعث میشه که نزد از اینا نقرس ایجاد شه افرادی که به دیابتیس هم محاسب یعنی دیابت دارن ازشون دیابت هست این افراد ممکن که به نقرس سر دو چهار و اگر دیابت کنترل بکنن ممکن که به نقرس هم یعنی مبتلا نشن بسیار خوب آیا مرض نقرس محدوده های سنی هم در نظر داره یعنی محدوده های سنی هم مهم است که کدام افراد در در کدام سن سال بیشتر مصاب میشن به مرض نقرس خب مرض نقرس معمولا محدودی سنی, خاص محدودی سنی خاصی یعنی سنی نداره اما ممکن است نسل اطفال جوانان هم ایجاد شو اما هدف اصلیش افراد محسنتر هستن افرادی که یک مریضی دیگر هم دارن افرادی که وزن بیشتر دارن و محسن هستن این افراد بیشتر مورد هدف قرار میتا چون این افراد معمولا از ادویه ها استفاده میکنن از غذاهای متنوع استفاده میکنن در کنار از این فعالیت یا میتابولیسم بدن از اینا کمتر میشه و سن از, این از اینا بیشتر میشه این افراد بیشتر مورد هدف قرار میده اما ممکن اطفال و افراد جوان هم که مورد هدف قرار بده بله دکتر سب در مورد راه های تداوی مرض نخرس از شما میشنویم که کدام میتود ها برای تداوی افراد که به این مرض مبتلا هستند بیشتر پیشنهاد میشه و در افغانستان هم مورد استفاده قرار میگیره خب راه های تداوی قبل از اینکه برای راه های تداوی بیش بریم این راه های تداوی به خاطر کاهش درد افراد که مبتلا به نخرس هستند که مساج بدن زمانی که مو قسمتی که مبتلا به نخرس می باشه این مساج میتن باعث میشه جریان خون دو بیشتر بشه و درد از اینا کاهش پیدا بکنه این به خاطر جلوگیری از درد یک راه غذایی خوب می باشد در کنار از این فعالیت فیزیکی بیشتر انجام دادن تغییر رژیم غذایی بسیار زیاد در تداوی رول داره چون افرادی که از اوبوبات استفاده میکنن از گوشت استفاده میکنن نزد از اینا بیشتر یوریک اسید ایجاد میشه و هرگاه دکتر صاحب اینا ادویه هم بت اگر اینا رژیم غذایی خودت تغییر با. نتن بازم دوایشون بی اثر چون مقدار یوریک اسید در بدن می می از اینا چی میباشه بیشتر میشه از این لحاظ پس خوب است که رژیم غذایی خودت چی کنن تغییر بدن و اگر رژیم غذایی خوبتر استفاده بکنن و همچنین بیشتر از آب استفاده بکنن در جریان روز مایات کم زمان استفاده میکنی باعث میشه ریسک زیر ایجاد بکنه خطر زیر ایجاد بکنه مبتلا به نقرس بشی اما ارگو ما بیشتر از آب استفاده بکنیم هم جلوگیری از نقرس میکنه و هم از پیشرفت مریض مریضی یعنی که مبتلا به نقرس هستند بیشتر مایات استفاده بکنن و از مریضی شون زینا پیشرفت پیشرفت جلوگیری میکنه در کنار از اینا تداوی های طبی هم داره تداوی های طبی از جمله میتا فیزیوتراپی یک تداوی طبی خوبی نام ببریم که میشه دکتر صاحب استفاده بکنن الکتروسانتراپی هم یک تداوی بسیار خوبی است که مایع زیر خارج میسازن میشه که استفاده بکنه در کنار کنار از این بعض از ادویه ها را دکتر صاحبا بر مریضا پیشنهاد میکنن مخصوصا به خاطر کاهش و درد و التهابات از اینا ادویه های NSAID یا non-steroid anti-inflammatory drugs هست های ضد التهاب هست بر مریضا پیشنهاد میکنن و طور مثال بروفین اما این بدون نظری دکتر استفاده نکنن این ممکن نظر بر مریضا پیشنهاد بکنن یک ادویه خوب است که درد هم کاهش میتن و همچنان چی میکنن؟ مم. کاهش میده و این استرویده همچنان دکتر سایبا بر این مریضا تدبیق میکنن چون این استرویده ها در کنار از التهاب کاهش میتن درد کاهش میتن سبب میشه کنترل بکنه مریضی اینا بسیار خوب دکتر سایب خیلی معلومات جالب و مفصل بود در رابطه با و مرض نقرس که با ما و عزیز شریک کردین و در آخر هم اگر کدام نکته مهم دیگه هم باقی مانده باشه از شما بیشتر میشنویم خب در اخیر فقط در مورد رژیم غذایی میگم افرادی که رژیم غذایی ایوانی استفاده میکنن یعنی گوشت سرخ استفاده میکنن عبوبات بیشتر استفاده میکنن در جریان روز آب کمتر استفاده میکنن فعالیت فیزیکی کمتر دارن و وزن از اینا بیشتر است این افراد کوشش بکنن که امی استفاده مواد غذایی غیر نرمال کم بکنن وزن خود کاهش بدن تا جلوگیری از مرض بکنن و در کنار از از آب بیشتر استفاده بکنن چون یوریک اسید یک موادی است که در اثر نگرفتن آب بدن مقدارش بیشتر میشه بسیار تشکر میکنم دکتر صاحب عزیز میکنم. از حضور شما در برنامه صبح ها زندگی افخات خوب و خوش برتان میخوایم از شما هم قلبا سپاس هم عزیز که تا این در, در کنار صبحها زندگی هستین تا زهای از دنیای تکنولوژی را همچنان فراموش نکنین که امروز در برنامه داریم و خبرهای نو را تقدیم شما عزیزا کنیم قبل از اینکه به طرف بخش و تکنولوژی بریم یک وقفگک داریم و برمیگرده.